حالا به بخش پایانی دروس مرور کتاب مقدس از خاک تا جلال می‌رسیم. حالا به بخشی می‌رسیم که به نظرم یکی از حیجان ترین و جذاب‌ترین و در عین حال خطرناک‌ترین بخش‌ها در کل درسمونه، چون این بخش جلاله. ما به طور مختصر، وارد درس مسائل پایانی و جلال آینده میشیم که خدا برای قوم و کلیساش آماده کرده و به طور مختصر به بعضی از سوالات اصلی میپردازیم که در رابطه با کتاب مکاشفه مطرح میشه حالا یک لحظه پیش درباره ایده مسائل پایانی صحبت کردم و ما یک زیر مجموعه خاصی در الهیات داریم که اسمش آخرت شناسیه و آخرت شناسی بر آینده تمرکز میکنه. این علم مربوط به مسائل پایانیه. مسائلی که مربوط به پایان ملکوت خداست. ما به سوالاتی همچون پروسیا یا بازگشت سانوی مسیح رسیدگی میکنیم. به سوالاتی مثل ربود شدن، رستاخیز بزرگ، ظهور ضد مسیح، آسمان و جهنم و این نوع سوالات رسیدگی می‌کنیم که همگی تحت عنوان آخرت شناسی بندی شدند. در این بخش اختلافات زیادی بین مسیحیان وجود داره. تفسیر رویدادهای گذشته با میزانی از هماهنگی و توافق تصدیق شده و دستیابی به مقطع خاصی از اتفاق نظر یک چیزه و صحبت درباره مطالب نبوتی و تلاش برای اثبات ارزش این نبوت تقریباً تقریبا یک چیز دیگه هست. حالا وقتی پیشگویی های نبوتی زیادی رو درباره کتاب مقدس میبینیم که در قالب ادبی به ما ارائه شده که به نوعی تفسیرشون دشواره این مشکل برای ما وخیمتر میشه. مثلا در عهد عتیق ادبیات کتب آخر زمانی دانیال و حزقیال رو دیدیم در عهد جدید با کتاب مکاشفه مواجه میشیم که وقایع آخر زمان نامیده میشه کلمه وقایع آخر زمان یعنی مکشوف کردن یا پرده برداری اما در زمینه زبانه بسیار تمثیلی اتفاق میافته زبانی که ظاهرا بسیار نمادینه بعضی افراد استدلال کردند که مثلا کتاب مکاشفه در زمان جفای شدید نوشته شده و نویسنده میخواست با هم اصرانش که برای بقا در محیط خصومت آمیز از دست مأموران سیاسی در کشمکش بودند ارتباط برقرار کنه در واقع این کتاب به صورت رمز نوشته شده و مشکل اینه که ما در زمان حال کلیدی نداریم که با قطعیت رمزگشایی کنیم اگرچه من میگم امترین راه برای تفسیر ادبیات آخر زمان امترین راه برای تفسیر کتاب مکاشفه اینه که تصاویر یافت شده در این کتاب ها رو مطالعه کنیم و ببینیم چطور این زبان تمثیلی در جاهای دیگه از کتاب مقدس استفاده شده چون معمولا زبان تمثیلی در هماهنگی به کار رفته حالا وقتی به کتاب مکاشفه میرسیم همونطور که گفتم میبینیم که مخالفت گسترده‌ای درباره موضوعات آینده و آخر زمان وجود داره و شاید اصطلاحات مربوط به اینو شنیدید که نشون دهنده مکاتب فکری گوناگونی مثل نظر پیش گرایی یا پس هزار گرایی یا نا گرایی هست و حتی در الهیات پیش هزار گرایی پیش گرایی تاریخی و پیش هزار گرایی اطواری هست و حتی در نمودار پیش هزار پیش از مصیبت عظیم و در میان مصیبت عظیم و پس از مصیبت عظیم رو دارید و همه این عناوین رو میشنوید و بعضی با این معانی گوناگون گیج و سردرگم میشن حالا خیلی از این تفاوت‌ها در نظام آخرت شناسی میتونه به دیدگاه های مختلف کتاب مکاشفه و روش‌های مختلف تفسیر کتاب مکاشفه برگرده و من امروز میخوام به طور گذرا درباره چهار مورد صحبت کنم چهار روش اولیه در بررسی کتاب مکاشفه البته فقط این چهار نظر نیست اما این چهار شکل اصلی هستند که برای پذیرفته شدن با هم رقابت می کنند. یکی دیدگاه گذشتگرا است. دومی دیدگاه آیندگرا. سومی دیدگاه تاریخگرا. و چهارمی دیدگاه آرمانگرا است. حالا اینها به وضوح نشون دهنده چهار روش متفاوت برای تفسیر آخرین کتاب عهد جدیدند و مختصرا فرقشون در اینه که دیدگاه گذشتگرا کتاب مکاشفه رو طوری تفسیر میکنه که اساسا در گذشته به تحقق رسیده کتاب مکاشفه رو اصولا طوری تفسیر میکنه که رویدادهای غریب الوقوع در محدوده قرن یکم اتفاق افتادند که عمدتا اشاره به نابودی اورشلیم در هفتاد میلادی و پراکندگی یهودیان در سراسر جهانه دیدگاه آیندهگرا، کتاب مکاشفه رو نقشه کلی مجموعه رویدادهایی میبینه که پیش از بازگشت عیسی اتفاق میافته پس عمدتا آینده معتقدند چیزهایی که در کتاب مکاشفه برای ما ثبت شده هنوز اتفاق نیفتاده حداقل از باب شش تا آخر کتاب اتفاق نیفتاده دیدگاه تاریخگرا یا دیدگاه ترتیب تاریخی رویدادها تعلیم میده که کتاب مکاشفه با توجه فوری قرن یکم به کلیساهای محلی مستقر شروع میشه اما از آغاز باب شش تا آخر کتاب طرحی از توصیف رویدادهایی رو میبینیم که در دورانهای مختلف سراسر تاریخ جهان اتفاق افتاده پس یک دسترسی نموداری به کل تاریخ کلیسا دارید و روش چهار روم دیدگاه آرمانگراست که این کتاب رو اساسا نمادین میدونه و درباره دوران مشاجره و رفع مشاجراتی صحبت میکنه که همیشه در تاریخ کلیسا اتفاق میافته و این کتاب طراحی نشده که ترتیب تاریخی رویدادهای خاصی رو که در زمانهای خاص اتفاق خواهد افتاد به ما بده بلکه پیغام اساسی پیروزی انجیل و ملکوت مسیح رو در دوران مشاجره و جفا به ما منتقل میکنه پس میتونید تصور کنید که چطور نحوه برخورد شخص با کتاب مکاشفه و با استفاده از یکی از این نظامها منجر به درک کاملا متفاوت از پیغام این کتاب میشه حالا همونطور که قبلا در مورد کتاب ابرانیان گفتم یکی از مشکلات در مورد درک کتاب ابرانیان، اینه که سعی کنیم مشخص کنیم که چه کسی اینو نوشته برای چه کسانی و تحت چه شرایطی نوشته شده و این اطلاعات سرانگشتی میتونه به درک پیغام ادبیاتی که میخوایم تفسیر کنیم خیلی کمک کنه حالا در مورد کتاب مکاشفه یک اتفاق نظر گسترده میگه این کتاب توسط یوحنای رسول نوشته شد و او آخرین شخص باقی مونده از جمع رسولان عیسی بود و تا 90 سالگی زندگی کرد. اینجا مشکل ما این نیست. اگرچه در بعضی بخش ها نویسندگی او در رابطه با این کتاب مورد بحث قرار گرفته. الان این موضوع رو کنار میذاریم. سؤال بزرگ در رابطه با کتاب مکاشفه اینه که چه زمانی نوشته شد؟ و نحوه پاسخدهی ما به این سوال بهمون همون میگه چطوری اطلاعات موجود در این کتاب رو تفسیر کنیم حالا دوباره محققان درباره این سوال اختلاف نظر دارند و من میتونم بگم در زمانهای مختلف در تاریخ کلیسا دنیای دانشگاهی به اتفاق نظر می رسید اما بعد از این اتفاق نظر به چالش کشیده میشد و چیزی که دیدگاه معروفی بود کنار گذاشته میشد و یک دیدگاه دیگه جاشو می‌گرفت و در مورد این اتفاق نظر داشتند اما این اتفاق نظری که داشتیم عمر زیادی نداشت اما دیدگاه سنتی کتاب مکاشفه اینه که این بین 95 و 96 میلادی در اواخر قرن یکم نوشته شد حالا این مهمه چون به درستی اگه بعد از 95 یا 70 میلادی نوشته شده حداقل یکی از چهار نظام تفسیر رو که توصیف کردیم حذف میکنه یعنی روش گذشته گرا در مورد مکاشفه مگر اینکه نویسنده در نوشتن رویدادهای آینده تقلب کرده باشه انگار که اونها در آینده اتفاق می‌افتند، ولی در واقع قبلا اتفاق افتادند اما می‌بینید، اگه این کتاب در 95 نوشته شده به سختی میتونست رویدادهایی رو که در هفتاد میلادی اتفاق میافتاد پیشگویی یا پیش کنه این اصلا نبوت آینده نمیشد و حالا در زمان ما بعضی محققان با تلاش جمعی استدلال می که این کتاب خیلی پیش از 95 نوشته شده در دهه 60 نوشته شده شاید در سال 67 یا 68 بعضی حتی اونو قبلتر از اون می دونند اونو متعلق به اوایل دهه 60 می اما به هر حال استدلال می که این پیش از سقوط اورشلیم در هفتاد میلادی نوشته شد و اتفاقا تاریخ هفتاد میلادی برای سقوط اورشلیم در مقایسه با رویدادهای دیگه دنیای باستان یکی از تصدیق شده ترین تاریخ است. پس نسبتا امنه که فرض کنیم این تاریخ درسته این رویداد خاصه حالا هر وقت به سوال تاریخ گذاری یک کتاب در کتاب مقدس میپردازیم مدارک رو به دو دسته تقسیم میکنیم و دو دسته مدارکی که محققان بهش میپردازند اسمش مدارک بیرونی و درونیه مدارک بیرونی عمدتا به شهادت افراد خارج از محدوده کتاب رسیدگی میکنه هم اسران یا کسانی که نزدیک به زمان نوشته شدن کتاب زندگی می کردند. و شاید یک نفر بگه بله من یادمه که فیلیپس نامه اش رو در نه میلادی نوشت حالا اینجا یک مرجع بیرونی برای تاریخ گزاری یک سند خاص داریم یا شاید مثلا اسناد باقی مونده رو از تاریخ کلیسای اولیه پیدا کنیم که میدونیم در قرن دوم نوشته شدند و این اسناد عبارات طولانی رو از کتاب مکاشفه نقل قول می کنند. یا تصویر باطلی از کتاب مکاشفه دارند. و اگه بدونیم این ادبیاتی که از کتاب مکاشفه نقل قول میکنه در قرن دوم نوشته شده مطمئنیم که کتاب مکاشفه قبل از اون کتاب ها نوشته شده و جزو اسناد قرن سوم نیست. محققان برای بررسی مدارک بیرونی این نوع کارهای کارگاهانه رو انجام میدن. مدارک درونی درباره نگارش یک سند رو میشه در جایی پیدا کرد که شخص خودش رو معرفی میکنه و در واقع یک تاریخ میده و میگه من این رو در این سال می نبیسم. یا شخص به وضوح به رویدادهایی در این سند اشاره میکنه که مشخصا در یک دوره زمانی خاص اتفاق افتاده این برای تاریخ‌گذاری خیلی مهمه پس بدون اینکه به سراغ این مسائل تخصصی بریم بیاید فقط به این دو روش اولیه تاریخ‌گذاری کتاب‌ها بپردازیم وقتی به کتاب مکاشفه نگاه می‌کنیم مدرک بیرونی اصلی این تنها مدرک بیرونی نیست بلکه مدرک بیرونی اصلی که محققان به لحاظ تاریخی اشاره پدر کلیسا آیرنیوس به کتاب مکاشفه دونستند او یکی از الهیدانان محترم زمان خودش بود و آیرنیوس به رویای یوحنا در جزیره پتموس اشاره میکنه و با اصطلاحاتی درباره اون صحبت میکنه که مربوط به حکومت امپراتور دومیتیانه که زمان این کتاب رو دهه ۹۰ میدونه حالا تنها مشکلی که با این مرجع آیرینیوس داریم و به لحاظ تاریخی خیلی ارزشمنده اینه که ابهاماتی در زبان به کار رفته وجود داره و این سوال رو ایجاد میکنه که آیا او میگه مکاشفه ای که یوحنا دریافت کرد در دوران حکومت دومیتیان اتفاق افتاد یا کسی که این اطلاعات رو دریافت کرد و در کتاب مکاشفه ثبت کرد خودش در دوران حکومت دومیتیان در این اجتماع دیده شده و شناخته شده آیا فرقش رو میبینید مثلا اگر یوحنا تا 95 سالگی زندگی کرد و فرض کنیم یوحنا در 67 میلادی این رؤیا رو دریافت و ثبت کرد و یوحنا تا دوران حکومت دومیتیان زندگی کرد پس نیوز اینجا درباره حضور یوحنا در دوران دومیتیان صحبت میکنه نه درباره اصالت کتاب مکاشفه در اون زمان هنوز هم به طور جدی به این سوال رسیدگی نشده اما دوباره وقتی به مدرک درونی کتاب مکاشفه نگاه می کنیم سوالات دیگه ای ظاهر میشه. دو یا سه چیزی که برای تفسیر کتاب مکاشفه خیلی مهمه یکی چارچوب زمانی مراجعی هست که در سراسر این کتاب پراکنده شده که تعدادی از اونها رو می‌بینیم. اما بذارید فقط تعدادی از اونها رو بازگو کنم تا تم دشواری رو که در تاریخ گذاری این کتاب باهاش مواجه میشیم بچشید کتاب مکاشفه با این کلمات شروع میشه مکاشفه عیسی مسیح که خدا به او داد تا اموری را که می زود واقع شود بر غلامان خود ظاهر سازد و به وسیله فرشته خود فرستاده آن را ظاهر نمود بر غلام خود یوحنا که گواهی داد به کلام خدا و به شهادت عیسی مسیح در اموری که دیده بود خوشا به حال کسی که میخواند و آنانی که میشنوند کلام این نبوت را و آنچه در این مکتوب است نگاه میدارند چون که وقت نزدیک است حالا در این بیانیه آغازین دو مرجع برای چارچوب زمانی وجود داره هیچ کدومشون دقیق یا درست نیستند اما در واقع هر دو دورنمایی درباره زمان دارند اول به یوحنا گفته شده که رویای چیزی رو که به زودی اتفاق میفته ثبت کنه. دوما اشاره میکنه که این زمان نزدیکه. حالا این تنها جایی نیست که در کتاب مکاشفه این چهارچوب زمانی رو میبینیم. در واقع خیلی جاها در سراسر کتاب مکاشفه این پیغام ضرورت رو در رابطه با این چهارچوب زمانی داریم که قریب الوقوع نزدیکه و به زودی انجام میشه. حالا کسانی که این کتاب رو طوری در نظر میگیرند که انگار درباره رویدادهایی صحبت میکنه که هنوز اتفاق نیفتاده استدلال میکنند که این زبان در اشاره به سرعت این اتفاقاته که وقتی اینها شروع شدند به سرعت پیش میرن اما هنوز شروع نشدن یا شاید استدلال کنن که پتروس به ما میگه یک روز در نزد خداوند هزار ساله از طرف دیگه محققان بسیار منتقد رو دارید که به خاطر مراجع مربوط به چارچوب زمانی مثل این مرجع و چیزهایی که در موعظه کوه زیتون در تعالیم ایساست اعتبار کتاب مقدس رو مسخری کرده و به استحصا گرفتن وقتی عیسی پیشگویی‌های قطعی رو بیان میکنه و میگه هر آینه به شما میگویم تا این همه واقع نشود این تایفه نخواهد گذشت و منتقدان نکته سنج ابا ندارند که بگن ایسا اشتباه کرد و کتاب مقدس اشتباه و نبوت مکاشف اشتباهه چون به سختی میشه گفت اگه همه اینها به دو هزار سال پیش یا بیشتر از زمانی که این نبوت داده شد اشاره میکنند چطوری میشه تصور کرد که اونها بعد از مدت کوتاه یا فوری انجام شدن یا زمانش نزدیک بود این نقطه قوت نظر گذشتگر است که عمده مطالب اینجا رو اشاره به بحرانی میدونه که قریب بود مهمترین عمل تاریخی نجات و رستگاری که خارج از عهد جدید اتفاق میافته داوری اورشلیمه و با این داوری حالا کلیسای مسیحی با هویت خودش به عنوان بدن مسیح ظاهر میشه اما به هر حال این یکی از مراجع درونیه دومین مرجع درونی که برای هوادارانی مهمه که تاریخ جلوتر رو میپذیرند زبان این کتاب در سراسر این گفته گفت که انگار معبد هنوز برپاست اگه این کتاب واقعا در 95 نوشته شده بود یعنی بعد از اینکه معبد به شدت ویران شد به سختی میشد اونو توضیح داد سومی فقط برای اینکه ایده ای از دشواری تلاش در تاریخ گذاری و تفسیر این کتاب رو به شما بدم بذارید یک عبارت سخت رو بهتون بدم این در باب 17 کتاب مکاشفه آیه 9 هست اینجاست ذهنی که حکمت دارد این هفت سر هفت کوه باشد که زن بر آنها نشسته است حالا شما با چنین نمادهایی مواجه میشید. به فاحشه بابل مباحثه وحش و همه اینها اشاره شده و ما میگیم این فاحشه کیه بابل چیه وحش کیه شهر هفت چیه این اورشلیم رومه؟ و الی آخر چون نمیگه هفت سر هفت کوهی که زن بر اونها نشسته نمیگه این هفت سر امپراتوری رومه هفت پادشاه هم هست این هفت پادشاه چه کسانی هستند پنج افتادن و یکی هست و دیگری هنوز نیامده است و چون آید میباید اندکی بماند و آن وحش که بود و نیست هشتمین است و از آن هفت است و به هلاکت میرود شما با تصاویر این چند آیه که بهتون دادم سردرد میگیرید. اما میبینید محققان بهش نگاه میکنن و میگن یک لحظه صبر کنید. این باید اشاره به اورشلیم یا روم باشه. و بعضی پیشنهاد میکنند که هفت فقط میتونه اشاره به روم باشه. روم بابل اون عصر بود. شهری که قوم خدا رو اسیر کرده بود. و در دوران باستان به شهر هفت تپه معروف بود خب درباره پادشاهان صحبت میکنه اما رومیان رهبرانشون رو پادشاه خطاب نمیکردند اگرچه مراجع فراوانی در دوران باستان هست که امپراتوران رومی رو پادشاه خطاب کرده حتی در عهد جدید وقتی فریسیان گفتن غیر از قیصر پادشاهی نداریم پس حتی در عهد جدید مرجعی داریم که امپراتور رو پادشاه خطاب کرده بعد به سراغ این سوال میرید که حالا این پادشاه کی هست؟ این کارهای کاراگاهانه ادامه داره. هفت پادشاه هستند که پنج افتادن و یکی هست و دیگری هنوز نیامده. پس پنج تا پادشاه رو با فعل زمانه گذشته نشون میده. یکی در زمان آینده و یکی در زمان حاله. حالا اگه میدونستید این پادشاه کی بود و اگه او در زمان حاله این در تعیین تاریخ این کتاب خیلی کمکتون میکنه. حالا نظریه های مختلفی در این مورد هست اما اگه پادشاهان اشاره به امپراتوران روم باشه و اگه امپراتوران روم رو از جولیوس سزار حساب کنید چون که اکثر محققان قدیمی این کار رو کردند به شش پادشاه می رسید. یا پادشاهی که نرون هست و اگه این کتاب در طول حکومت نرون نوشته شده پس معلومه که این کتاب عمدتا به رویدادهایی میپردازه که در طول جفای شدید او پیش از جنگ یهودی و نابودی نهایی اورشلیمه حالا من نمیگم این قطعا مفهوم این مطلبه من فقط میگم ما اینطوری فرایند تلاش برای ارزیابی و تجزیه و تحلیل مدارک درونی و بیرونی رو انجام میدیم همونطور که میتونید از اینجا ببینید سوالات زیادی درباره هویت بابل هفت و پادشاهان هست و کدوم پادشاه باید در کدوم مقطع محسوب بشه کاری که ما اینجا میکنیم بهترین کار کارگاهانه که میتونیم انجام بدیم اما امیدوارم در زمان باقی مونده به این موضوع بپردازیم که اگر چه روش مختلف رسیدگی به مکاشفه تقریبا مقایر همدیگه هستند و قطعا یکی خطا میکنه حتی در این زمینه نباید ناامید بشیم چون پیغام اصلی پیروزی مسیح و پادشاهی او در این کتاب به طرز با شکوهی اتفاق میافته که از قرن یکم تا به امروز گنجینه ی کلیسا بوده و دلگرمی خدا رو به همه کسانی میده که از دست دشمنان خدا رنج میکشند.